سلام دوستان عزیز، امیدوارم روز خوب و خوشی را آغاز کرده باشید. امروز آموزش کیک مالتا را داریم، تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. مواد لازم: 1.5 گلاس آرد، نیم گلاس روغن و شکر 1 گلاس، کمی کمتر. 2 دانه تخم مرغ، 2 قاشق نشاسته. 6 یا 7 دانه مالتا یا نارنگی داریم که من پست میگیرم. نارنگی ها را دانه دانه میکنم و داخل یک ظرف میریزم. 6 تا از مالتا ها یا نارنگی ها را پست کندم و داخل یک دانه ظرف انداختم. 1 دانه آخری را من با پست به 4 قسمت تقسیم میکنم و شما دوستان میتونید به جای 1 دانه 2 دانه از این نارنگی ها یا مالتا ها را به 4 قسمت تقسیم کنید. باعث میشه طعم کیکتون و عطرش بیشتر شد و همچنین خوشمزه تر شد. به سلیقه خودتون بستگی داره. با بشکوب برقی کل مالتا ها و نارنگی ها را با پوست له میکنید. این پوست نارنگی ها یا مالتا ها موقعی که داخل کیک بره بسیار عطر خوبی به کیک میده و همچنین باعث میشه کیک ما خوشمزه بشه و طعم میده. بعد از اینکه مالتا ها و نارنگی ها را خورد و له شدن، داخل یک دانه صافی میندازیم. تا آب نارنگی یا مالته ما داخل یک ظرف میگیریم و بقیه اضافه های پوست مالتا و نارنگی در یک ظرف گرفته شده و اونا را دور می‌ریزیم. آب نارنگی یا مالتا را داخل یک گلاس می‌ریزیم که حدوداً 200 میلی لیتر میشه. 2 عدد تخم مرغ داخل یک دانه ظرف می‌ریزیم. با میکسر یا همزن برقی تخم مرغ ها را میزنیم تا تخم مرغ های ما از حالت لختی در بیایه. حدوداً 5 دقیقه طول میکشه. موقعی که تخم مرغ ها را میزنیم، حجم تخم مرغ ها یا مقدار تخم مرغ های ما کمی بیشتر میشه. بعد از 5 دقیقه ما 150 گرم شکر اضافه میکنیم که از 1 گلاس کمی کمتر میشه. و دوباره با میکسر حدوداً 2 دقیقه دیگه میزنیم که شکر ما دانه هاش به کلی ده مواد حل میشه و حالت کرمی پیدا میکنه. 90 گرم روغن یا نیم گلاس روغن اضافه میکنم. 1 قاشق چای خوری وانیل اضافه میکنیم. و با مواد مخلوط میکنه. یک گلاس آب مالتا یا آب نارنگی داریم که با مواد دوباره مخلوط میکنیم. صد و شصت گرم آرد یا 1.5 گلاس آرد داخل یک دانه الگ میریزیم. 2 قاشق غذاخوری نشاسته یا 25 گرم نشاسته. 1 کرم پود 1 قاشق غذاخوری اضافه میکنیم یا 1 پاکت. و حالا مواد الگ میکنیم داخل مواد کیکمون. با میکسر شروع میکنیم به هم زدن مواد. دوستان عزیز، چون مواد کیک ما نشاسته داره، با
باید قسمت های پایینه همزن کلن به تای ظرف بخوره تا کل مواد با همدیگه خوب مخلوط شود. قسمت های بغله با از این کفگیرهای پلاستیکی یا لیسک به قسمت داخل پایین میکنم و دوباره شروع میکنم به هم زدن مواد کیک ما. این قالب کیکی که من دارم شماره 22 هسته و روی قالب با روغن چرب میکنم و مقدار کمی آرد داخل از این قالب رو میریزم و آرد به همه جایش پخش میکنم و مواد کیک حالا داخل از این قالب میریزم. دوستان عزیز، چون قالب کیک من به این فرم هسته، ولی اگر شما دوستان در قالب های کیک گرد یا چارگوش یا غیره میندازین، لازم نیست که آرد بریزین. برای زیاد ریختم که راحت تر از قالب بیرون بیایم. داخل داش یا فرم مانم با دمای 180 درجه به مدت 25 تا 30 دقیقه پخته شد. وقتی که روی کیک ما طلایی شد و با یک دانه خلال دندان یا چوب امتحان میکنیم، اگر به خلال دندان یا چوب ما مواد کیکی نچسبید، کیک ما کاملا پخته شده و حالا کیک از داخل داش در آوردیم و ماندیم که سرد شده. بعد از اینکه کیک ما سرد شد، یک دانه بشقاب روشی میذارم و حالا کیک برگردان میکنم. همینطور که میبینید به راحتی قالب کیک ازش سوا شد و حالا روی کیک من پودری شکر میپاشم. دوستان عزیز، به خاطر اینکه مواد کیک ما کمتر بود، بهتره که شما عزیزان در قالب‌های کوچکتر این کیک بپزید، قالب‌های مثل شماره 24 یا 26. حالا کیک برش میدیم. همینطور که میبینید کیک ما بسیار رنگ زیبایی گرفته که با میوه مالته یا نارنگی درست کردیم و کیک ما بافت اسفنجی نرم و بسیار خوبی داره و طعم بسیار خوشمزه و پوست مالته که داخلش انداختیم بسیار عالی کرده. دوست عزیزی که آموزش کیک مالته را خواسته بودم، امیدوارم که در خانه تیار کنم و نوشیجان کنند. امیدوارم مورد قبولشان باشد. دوستان عزیز، اگر از این ویدیوی من خوشتان آمده، لایک کنید، چینل خواهرتان را سابسکرایب کنید، نماد زنگوله را بزنید تا ویدیوهای بعدی من را از دست ندهید.